اولین علائم بیماری MS بین سن 20 تا 40 سالگی دیده میشه. علائم این بیماری گاهن محو میشه اما ممکنه دوباره پدیدار بشه. علائم و نشانهای این بیماری در افراد مختلف متفاوته و این نشانها ممکنه هفته به هفته بدتر بشن. MS یک بیماری دستگاه عصبی مرکزیه و در این نوع بیماری پوشش محافظ اعصابی که در داخل و اطراف مغز نخاع قرار گرفته تخریب میشه که این خود باعث ایجاد طیف گسترده ای از علائم مثل از دست دادن کنترل عضلات، هماهنگی بین اونها یا اختلالات بینایی میشه. با کانال ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کامل درباره همه علائم این بیماری خطرناک و نوع درمانش رو برای شما بازگو کنیم. اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و بعد دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آپدیت های کانال ما جا نمونید. این بیماری زمانی اتفاق میفته که سیستم ایمنی بدن شما که کار محافظت از کل بدن شما رو به عهده داره، به اشتباه دستور حمله به پوسته محافظتی سلولهای عصبی در مغز و ستون فقرات شما رو میده. این به معنی اینه که سیستم ایمنی بدن شما اشتباه میکنه. در این حالت ارتباط بین دستورالعملهای مغز و بدن شما به هم میخوره و دیگه سیگنالهایی که مغز میفرسته راحت به اعضای بدن شما نمیرسه. افرادی که قبلاً به بیماری سندروم بالینی یا CIS دچار هستند، بیشتر در معرض خطر بیماری MS قرار دارند. بیماری سندروم بالینی شروع بیماری MS و دو نوع از این بیماری وجود داره. تک دردی که شما فقط یک نوع درد یا علامت دارین و چند دردی که شما بیشتر از یک علامت و درد در بدن خودتون دارید. سوال اینجاست که چطور متوجه بشیم که در معرض بیماری سندروم بالینی هستیم و خطر ابتلا به MS هم ما رو تهدید میکنه؟ از جمله نشانه های بیماری سندروم بالینی که بعدها میتونه به MS تبدیل بشه عبارتند از: نوع اول علائم مربوط میشه به عصبی که چشم شما رو به مغز شما ارتباط میده. معمولا روی یک چشم اثر میذاره اما میتونه هر دو چشم رو شامل بشه. در این حالت شما بینایی تار و مبهم پیدا میکنید و اجسام رو به طور واضح نخواهید دید. رنگ های اجسام برای شما زننده و خسته کننده میشه و شما در چشمان خودتون درد خواهید داشت، مخصوصا اگه اونها رو حرکت بدین. نوع دوم علائم معمولا روی پاهای شما اثر خواهد گذاشت. همینطور وقتی که سعی میکنید سر یا گردن خودتون رو حرکت بدین، یک احساس شوک الکتریکی بهتون دست میده. این حالت شوک به سمت ستون فقرات شما یا دست و پاهای شما در حرکت خواهد بود. اینها نشانه های بیماری سندروم بالینی هستند. لزوما تمام افرادی که این نشانه ها رو در خودشون دارن مبتلا به MS نخواهند شد، اما شانس ابتلا به بیماری MS با داشتن این علائم بسیار بالا خواهد رفت. اگر شما چنین نشانه هایی دارید و این نشانه ها نگران کننده هستند، میتونید برای اطمینان یک آزمایش MRI که تصویری از مغز شما رو ضبط خواهد کرد انجام بدین. نشانه های خطرناکتر بیماری MS زمانی اتفاق میفته که میلین ها یا همون پوسته محافظتی شما آسیب ببینه. این علائم اگر زود تشخیص داده بشن، به توسط تیم درمانی شما به کمک داروها و تاکتیک های توانبخشی قابل کنترل هستند. از بارزترین نشانه های ثانویه بیماری MS عبارتند از: شما زیاد ادرار می کنید حتی در شب و نمی تونید مثانه خودتون رو به طور کامل تخلیه کنید. مشکلاتی مثل یبوست بیش از حد هم می تونه یک نشانه باشه. نشانه بعدی عدم هماهنگی در اعضای بدن شماست. مشکل یا تغییرات در راه رفتن شما ایجاد خواهد شد و حفظ تعادل بدن در حالت ایستاده سخت میشه. همینطور ممکنه به طور دائم سرگیجه داشته باشید و احساس میکنید اتاق دور سر شما در حال چرخشه. نشانه بعدی تغییرات احساسی و حالت افسردگی. ترس بیهوده از عوامل ناشناخته شما رو مضطرب میکنه. بیماری MS باعث آسیب به الیاف عصبی در مغز شما میشه و این میتونه روی احساسات شما اثر بذاره. در این مورد داروهای نظیر کورتیکواستروئید ها کمک میکنن. از جمله نشانه های خطرناک دیگه این بیماری حرکات ناخواسته چشمه و همچنین داشتن دید دوگانه. احساس خستگی دائم هم بسیار خطرناکه که معمولاً بعد از ظهرها به سراغ شما میاد و باعث میشه شما در عضلاتتون ضعف شدید احساس کنید و یا همیشه حالت خواب‌آلودگی داشته باشید. این نوع خستگی ها معمولاً از کار زیاد در طول روز حاصل میشه. کسانی که به بیماری MS دچار هستن عنوان کردن که حتی بعد از یک خواب خوب شبانه باز هم در فردای صبح حالت خستگی عمیق دارن.
نشانه بعدی مشکلات مربوط به گرما و خستگیه. معمولاً بعد از انجام ورزش، بدن شما به شدت گرم میشه و خستگی در پاها یا دست‌ها احساس میشه. اگه استراحت کنید این علائم برطرف خواهد شد. اما وقتی به MS دچار هستید، گرما و خستگی همچنان در بدن شما احساس میشه. اسپاسم عضلانی یکی دیگه از علائم MS پیشرفته است که عضلات پای شما با سفتی و درد همراه میشه. مشکلات جنسی که شامل خشکی واژن در زنان و مشکلات نوز در مردانه. هر دوی اونها کمتر به لمس پاسخگو هستن و در رسیدن به اورگاسم با مشکل روبرو میشن. افرادی که به بیماری MS دچارن در تلفظ کلمات هم مکس طولانی مدت دارن و اگه بیماری خیلی پیشرفت کنه در بلعیدن هم دچار مشکل خواهند شد. این بیماری باعث میشه تمرکز شما به هم بریزه و نمیتونید روی یک مسئله خاص متمرکز شید. افراد مبتلا به MS در بسیاری از انجام کارهای روزانه و روتین با مشکل روبرو میشن، اما عقل و توانایی اونها در خواندن و درک و گفتگو تغییر نخواهد کرد. ورزش‌های خفیف و شدید مشکلیه که اکثر افراد مبتلا به MS باهاش درگیرن. بر اثر بیماری MS شما نمیتونید راه برید و اغلب زود خسته میشین. بنابراین با کاهش تنش عضلانی روبرو هستید و این مورد میتونه روی تراکم استخوان‌های شما هم تأثیر بذاره. بیماری MS اشکال بسیار گسترده‌ای داره و تجربه افراد مختلف در دیدن علائمش با هم فرق دارن. باید بتونید این علائم رو مدیریت کنید تا بتونید به فعالیت‌های زندگی خودتون ادامه بدین. هیچ آزمایش مشخص و تعیین شده‌ای برای تشخیص مستقیم بیماری MS وجود نداره و پزشک شما شروع می‌کنه به انجام یک سری آزمایش‌های بدن از جمله تست خون، آزمایش روی مفاصل کمر، MRI یا اسکن تصویری مغز و یک سری تست‌های خاص که نحوه پاسخگویی سیستم عصبی شما به محرک‌ها رو ثبت می‌کنه. درمان بیماری MS از طرق مختلف انجام میشه. برای بعضی ها که علائم خفیف دارن و نیاز به درمان های پیشرفته نیست، میشه از راه های زیر استفاده کرد. فیزیوتراپی، انجام یک سری حرکت های ورزشی میتونه باعث بشه شما روی کارهای روزانه خودتون تمرکز پیدا کنید. وقتی که بیماری MS مانع از این موارد میشه، این گونه تمرینات میتونه ضعف پاهای شما را از بین ببره و همچنین مشکلات مربوط به راه رفتن رو. آرامسازی عضلات. اسپاسم یا خستگی عضلات در افراد مبتلا به MS بسیار ناراحت کننده است. شل کننده عضلات شبیه باکوفن و زانافکس میتونه کمک کنه. داروها برای کاهش خستگی که باید توسط پزشک شما برای شما تجویز بشه هم میتونه انواع مشکلات مربوط به راه رفتن و رانندگی رو در بدن شما از بین ببره. شما باید به میزان کافی در شب استراحت کنید. ورزش به میزان متوسط میتونه باعث تقویت قدرت، تنش عضلانی و تعادل و هماهنگی بدن شما بشه. اگر از گرمای بدنتون ناراحت هستید، شنا ورزش خوبیه. از انواع دیگه ورزش‌های مناسب و خفیف برای بیماری MS، پیاده روی، کششی، آیروبیک کم اثر، دوچرخه سواری ثابت، یوگا و تای چی هستن. علائم MS گاهی اوقات با بالا رفتن دما در بدن این افراد بیشتر میشه. اجتناب از قرار گرفتن در گرما و استفاده از دستگاه‌های خوراک کننده میتونه مفید باشه. توجه به عادات غذایی. نمیشه یک عادت غذایی خاص رو برای افراد مبتلا به MS تشریح کرد، اما تحقیقات نشون میده ویتامین D برای افراد مبتلا به MS بسیار مفیده. اما کاهش استرس. علائم و نشانه های MS با استرس بدتر میشن. یوگا، تایچی، ماساژ، مدیتیشن یا نفس عمیق میتونه کمک کنه استرس شما کاهش پیدا کنه. از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. در آینده نزدیک اطلاعات جدیدتری رو درباره نحوه مبارزه با انواع بیماری ها برای شما در دست تهیه داریم. امید که با نظرات خودتون ما رو یاری کنید. تا دیداری مجدد، خدا نگهدار.